بسم الله الرحمن الرحیم خب به جلسه چهارم از سیمای ام المؤمنین حفصه دختر عمر رضی الله عنهما رسیدیم تا اونجا رسیدیم بالاخره حفصه همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شد ایشون زن عابده ای بود زنی بود که نمازهای شب میخوند و روزه میگره گرفت زنان سابقین اولین صدر اسلام هست جوان هم بود و گفتیم که اومولمنین آیشه میگفتش که تنها کسی که من باهاش مثلا این رقابت زنانگی رو داشتم مثلا در مورد جذب و رضایت پیامبر میگفتن مثلا با حفصه این گونه بودن گفتیم داستانی وجود داره داستانی که غیرت زنانگی حفصه به جوش میاد به طبع عنوان یک انسان خوب نکته داشته باشی من جلسه قبل گفتم یادتون باشه که طبیعت انسانی رسول خدا صلی الله علیه و رو و یاران ایشون رو هرگز فراموش کنه این طبیعت ما انسان هستیم ما بشر هستیم و بشر دارای بالاخره افت و خیز و تغییرات در حالات خودش هست و در واقع سیرت اونها و آموزش حالت اونها درس برای اونها برای ما نه بر اساس تنفر انگیزان و فطر افکنان و فرقگرایان که دنبال هر فرصتی نگاه دیگه بکنن مثلا ما وقتی که به داستان ازدواج حضرت علی میخوایم نگاه بکنیم با دختر ابیجر ابو خب نگاه کنید حضرت فاطمه عصبانی میشه پیش پیامبر میره پیامبر وقتی میفهمه که علی میخواد با رضی الله عنه با دختر ابو جهل ازدواج بکنه میگه فاطمه پاره تن منه هر کی فاطمه رو آزار بده من آزار داده فاطمه رو ناراحت کنه من ناراحت کرده و بعد به علی میگه چطور میشه دختر محمد با دختر ابوجهل توی خونه تو باشه علی میگه من یا رسول متوجه نشدم تمام شد دیگه و دیگه تا روزی که فاطمه زنده بود حضرت علی با کسی ازدواج هم نکرد و دیگه تمام شد این قضیه ببین این آموزش هست حالا ما بگیم های علی فلان بود فلان بود قلب دختر پیامبر رو خشم آورد چون پیامبر میگه هر کی اونو به خشم میاره منو به خشم آورده هر کی منو به خشم آورده خدا رو به خشم میاره نه اینا واقعه های تربیتی در زندگی حالا ما میخوام همینه بگیم امام بخاری با سند خودش که نقل میکنه میرسه به ام المؤمنین عایشه که خود ام المؤمنین عایشه اینو نقل میکنه نگاه کنید خود این روایت ام المؤمنین عایشه میکنه. خودش جزء شخصیت هایی که در این داستان قرار گرفته جز عناصر اصلی این داستان هست امولین آیشه نقل میکنه رضی الله عنه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اصلا این در زینب بنت جش پیش زینب امولین زینب اصل میخورد خب ظاهرا اصل خوبی بود و یم کتو اندها و بیشتر پیشش مینشه از صبر میکرد فتواتعتو نیا کنید این این کلمه که خودشون بکار میره تواتعتو انا و حفظه من حفظه با هم توانی کردیم ما هم که چکار بکنیم علا ایتنا دخل علیها که اگر پیامبر از پیش اون اومد پیش هر کدوم از ما اومد فلتقل که ما بگیم لهو اکل مغافیر آیا تو اومدی مثلا یک اصلی رو خوردی چیزی دو سمغی رو خوردی اصطلاحا یک نوشیدنی چیزی رو خوردی که بدبو هست خوب نکتر داشته باشید که بعد ببینیم که انی عجد و منکر ریح المغافیر بوی این مغافیر رو ما میشنویم و حس میکنیم که در لغت عرب مغافیر یک سمغ گیاهی هست حلو و تم تعم شیرینه اما کریح و رایحه که بوی بدی داره مثل برخی مثلا شاید خوردنی ها مثلا برخی میخورن که بوش مزدش خوبه ممکنه بوی بدی داشته باشه بعد حالا همین اتفاق افتاد میگه پیامبر خدا صلی الله علیه اومده پیامبر میگه وقتی میاد یکی از بهش میگه که پیامبر اومد بعد بهش این حرفو زدیم که اینجوریه بعد پیامبر گفت لا ولکن کنت اشرب عسل عند زینب بنت جاش من عسل خورده بودم حالا که اینجوریه دیگه من این کار نخواهم کرد دیگه اصل نمیخورم خوب داشته باشین دیگه این اصل رو نمیخوردم و قد حلفت و قسم میخورم لا تخبری به ذالک احدن این کاری که اتفاق افتاد دیگه برای کسی شما خبرش رو نبرید خوب نکته رو تا اینجا داشته باشید این اتفاق خوب پیش حفصه اومد پیامبر این حرفو زد اومده بود از پیش زینب بنت جحش ام المؤمنین زینب و اینا خب توانی کرده بودن با ام المؤمنین عایشه و گفت شما اینجوری بوی مغافیر میاد و گفت نه من اصلی خوردم و اینجوری رو گفتن آها خیلی بوی بدی ما حس میکنیم پیامبر گفت اینجوری من دیگه اون اصل رو نمیخورم اما به کسی دیگه نگو ناکنی یک راز همسری هست به کسی دیگه نگو اما این اینو نتونست بالاخره طاقت بیاره این رو اومد خبر آورد به ام المومنین عایشه و خب پیامبر میگه این کارو نکنه و خب ایشون به بالاخره محبوبه پیامبر عایشه این خبر رو رسوندش حالا ابن جریر ابن منذر که اینها هم که زنگ نقل میکنن از عبدالله ابن عباس نقل میکنن خوب روایت داشته باشین که میگه قلت لعمر ابن خطاب رضی الله عنه من به عمر گفتم مل المرعتان اللتان تظاهرتا این دوتا مزنی که در قرآن اشاره میکنه ها چه کسانی میگه حضرت عمر گفتش که و حفظه هستن و بعضی گفتن داستان این بر میگرده در مورد ماریه ام ابراهیم قبطی که بالاخره صاحب فرزند پسر پیامبر خدا صلی الله بود که به اومد بالاخره خونه حفصه و, و حفصه بهش گفت که میبینم که از پیش یکی از همسران تو اومدی و از پیش اون اومدی و فلان و تا اینکه پیامبر گفتش که آیا راضی میشی مثلا من اونو بر خودم حرام کنم ام ابراهیم به عبارت ماری قبطیه رو و گفت بله من راضی میشم و پیامبرم گفت پس من اون رو حرام کردم گفت پس این رو به کسی نگو بعد میگه این راه به امول آیشه گفت امول هم این مسئله رو چکار کرد وقتی خبر شد دیگه حالا خداوند آشکار کرد این داستان رو نگاه کنید ف از الله علیه خداوند این داستان رو برای رسول خدا صلی الله علیه آشکار کرد و وقتی پیامبر این داستان رو فهمید که بالاخره این رازش آشکار شده پیامبر اسمانی شد مثل یک انسان یک مردی که رازی رو به همسرش گفته حالا به اون همسر دیگهش این راز خبر داده شده بود و خب پیامبر هم ناراحت بود اونجا هم درسته دیگه خب دو تا زن با هم در واقع ام المؤمنین عایشه و ام حفصه با هم هماهنگ کرده بودنی این مسئله رو اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان یک انسان خوب داشته باشید <تصفح> اینجا دیگه به پیامبر در نظر به عنوان یک بشر داره اینا همه مراحل آموز زیشه تربیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم تحت نظارت وقت و شاگردان ایشون همسران ایشون هستش از همسرانش حدود یک ماه دوری کرد ببینیم داستان چی شد عمر رضی الله عنه وقتی که فهمید که بله پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک چنین اتفاقی افتاده خوب ناراحت شد که پیامبر خدا الان از همسرانش دوری کرده و داستان چه اتفاقی رخ داده عبدالله ابن عباس رضی الله عنه داستان رو نقل میکنه رضی الله عنهما که چه اتفاقی افتاده عبدالله ابن عباس داستان رو میگه خوب داشته باشید میگه ما قریشیان طبیعتمون این گونه بود که مرد سالار بود اصطلاحا اینجوری بگی نقل و نسا مرد سالاری بود وقتی اومدیم مدینه دیدیم که اهل مدینه برعکسه زن سالاریه به زنها غلبه داشتن بر امور خانه خب زنهای ما هم طبیعتا از زنهای انصار یاد گرفتن بالاخره یه سری امور رو یه سری قدرت های اداری رو و شروع کردن یک سری برخوردها خب بین همسران میشد طبیعت اختلافات خانوادگی و این هم یک همین مورد بود که ممکنه که میگه همین مسئله پیش اومده بود و پیامبر خدا صلی در همین مورد بالاخره که وقتی برای پیش اومد که چکار کرد از همسرانش دوری کرد و ایشون میگه تو و فدخلت علی از قول عمر نقل میکنه میگه من رفتم پیش حفصه فقلت و ات راجه این رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا میرید شما پیش رسول خدا گفتن بله و ایشون میگه که بالاخره اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه یه روز یا یه شب بالاخره دوری کرده بود بعد میگه که ایشون این گونه شد که حضرت عمر عصبانی شد گو مواظب باشید اتفاق نیفته که پیامبر ناراحت بشه و ناراحتی پیامبر خدا به خشم بیاد و اگه این چنین شد شما هلاکت پیدا خواهید کرد و اگر رسول خدا بر نگرده به سوی شما و شما رو رها بکنه برای شما خیلی سخت خواهد بود در هر صورت هم برای ام المؤمنین هم برای ام المؤمنین این اتفاق افتاده بود و این خوب طبیعیه که هر پدر خیرخواهی برای فرزندانش این جریان پیش میاد و جالبی که برای عمر نقل میشه که خب یک همسایه‌ای داشت انز انصار و براش خبر آورد بیه که که پیامبر از زنارش کنارگیری کرده و دوری کرده مثل قهر کرده به اصطلاح ما عمر گفت وای به حال حفصه و حفصه بدبخ شد دیگه و من ناراحت میشم و کنتا از اون نها هازا قائنا. میگه من حد زدم که ممکن رو حفصه باشه اون به با من نگفت میگه سپس گفت بله حفصه و عایشه و اینا هست و, و حضرت عمر میگه به نزد ام عمول المؤمنین عمول عایشه رفت هنوز اون زمان حجاب فرض نشده بود و براش داستان رو تعریف کرد و گفت مواظب باشی با رسول خدا صلی وقت برخوردی نکنید که این برخورد برای شما مشکل پیش بیاد بعد رفت پیش دخترش حفصه و به شدت با حفصه برخورد کرد با خشونت تهدیدش کرد و گفت قسم به خود رسول خدا صلی وسلم ان رسول الله یحبک ولو انا لو طلقک خیلی داشته باشه خیلی الله لقد تو من دونستم که ان رسول سر صلی الله علیه خدا تو رو دوست نداره مثل اینکه ولولا ان لا تلختو که اگر من بودم که من تو رو طلاق میدادم این برخورد عمر با دختر خودش به خاطر محبتی که به رسول خدا صلی الله علیه و بود و دختر خودش رو رها کرد در حالی که ام المؤمنین حفصه همچنان گریه میکرد به شدت بعد رفت پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم دید رسول خدا در یک گوشه از خونه بالاخره نشسته و در گوشه از اتاق و پله میخورد رفت بالا بالا خانه بود از اونجا بعد یک غلامی داشت که اون غلام بود اونجا گفتش که من میخوام برم پیش رسول خدا اجازه بده و اون غلام اجازه نمیداد عمر اصرار رو بالاخره اون غلامه انکار و عمر صداشون بلند کرد و گفت یا رسول الله به من اجازه بدید بیام پیش شما در هر صورت بالاخره من میدونم که بالاخره ماجرا ممکنه سر حفصه بوده باشه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم آخر اجازه گفت حتی اگه شما اجازه بدی یا رسول محت گردن دختر من مازلم بزنم یعنی اینقدر برای من مهمه که خدای نکرده شما نگران نشید و بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی عمر خط عصبانی گفت بیا بالا به با عمر اجازه داد، عمر بیاد بالا بعد عمر اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همچنان پیامبر با ملاطفت عمر رو نرم می‌کرد تا اینکه لبخند به لب عمر اومد و بعد یا رسول الله آیا تو دختر منو طلاق دادی یا زنان تو گفت نه من این کارو نکردم من طلاقشون ندادم اینجا عمر خوشحال شد گفت الله و اکبر در هر صورت اینجا دو داستان رو تعریف میکنه که چه اتفاقی بین پیامبر نقل میکنه بین من و حفصه و اینها افتاد و دیگه بالاخره پیام عمر میگن کمی لبخند زد و و پیامبر با دوباره هم پیامبر دوباره لبخند زد در روایت میگه وقتی که عمر این لبخند پیامبر خدا سر رو دید گفت حالا اجازه میدید من بنشینم پیامبر گفت بنشین و خب رسول خدا سر سلام عمر رو در کنار خودش گرفت تا کمی آرام بشه بعد دیگه بالاخره کنار پیامبر نشسته عمر نشسته بود در پیامبر و نگاه میکند به رسول خدا صلی الله علیه و سلم دید رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو حسیری خوابیده زیر سرش یک بالشتی مثلا از پوست هست و لیف خرما و بدن ایشون در حالی که مثلا سرشو رو گذاشته روی این حسیر و آثار این حسیر بر پیامبر بدن پیامبر هست عمر زد زیر گریه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا عمر تو چرا گریه میکنی گویا رسول الله پادشاهان ایران و پادشاهان روم اونجوری زندگی میکنن تو اینجوری داری زندگی میکنی گفت عمر دوست نداری که خداوند دنیا رو چی میگم اما ترد ان تکون لهم دنیا ولنا الاخره دوست نداری که برای اونا دنیا باشه برای ما آخرت باشه و حالا تا دا همینجا داستان رو داشته باشه چون زمان ما رفته ادامه داستان رو در جلسه بعد خدمتتون خواهم گفت تا جلسه دیگه خداوند یار و نگهدارتون